عناوین خبری هفته. حذف بیش از 400 عنوان شغلی از آژانس‌های سلامت و بهداشت انتاریو. طرح جدید دولت ساسکچوان برای حمایت از خانواده‌های کم درآمد. تسهیل پروسه اشتغال به کار تازه واردان در آلبرتا. برگزاری دادگاه متهم کشتار خیابان یانگ. مخالفت نخست وزیر کانادا با قانون منع استفاده از نمادهای مذهبی در کبک. طرح جدید دولت کانادا برای افزایش تعداد پناهجویان. افزایش تسهیلات گمرکی مسافران بین دو کشور کانادا و ایالات متحده. سلام، وقت بخیر. به کانادا 7 از شبکه AMG خوش آمدید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبری کانادا در هفته‌ای که گذشت. من هم سلام عرض می‌کنم. وقت بخیر، ممنون میشم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. مرور این هفته را آغاز می‌کنیم با خبری در ارتباط با حذف بیش از 400 عنوان شغلی از آژانس‌های سلامت و بهداشت آنتاریو. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، دولت آقای فورد روز چهارشنبه از اخراج بیش از 400 نفر از کارکنان آژانس‌های سلامت و بهداشت این استان خبر داد. قرار است این آژانس‌ها در سازمان بزرگتری به نام سازمان سلامت آنتاریو که شامل آژانس‌های دیگری نیز خواهد بود، ادغام شوند. دولت آنتاریو در نظر دارد با حذف مشاغل غیر ضروری و اداری این نهادها و ادغام آنها در یک مجموعه بزرگتر، بیش از 350 میلیون دلار در بودجه سلامت و بهداشت این استان در سال آینده صرفه‌جویی کرده و این مبلغ را صرف ارائه خدمات بهتر به بیماران و شهروندان این استان کند. سال گذشته آقای فورد اعلام کرده بود در دولت وی حتی یک نفر نیز شغلش را از دست نخواهد داد. طرح جدید دولت ساسکچوان در حمایت از خانواده‌های کم درآمد. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، دولت ساسکچوان در حال طراحی و آماده کردن طرح جدیدی برای حمایت از افرادی است که کمک هزینه دولتی دریافت می‌کنند. این طرح جدید که از 15 جولای آغاز خواهد شد، معافیتی بر درآمد ماهانه را شامل می‌شود که به افرادی که کمک هزینه دولتی دریافت می‌کنند این اجازه را می‌دهد تا بتواند بخش بیشتری از این مبلغ را حتی زمانی که به کار مشغول می‌شود دریافت کند. به گفته مسئولین این استان، افرادی که همکنون کمک هزینه‌های دیگری همچون سپ و تی را دریافت می‌کنند تا تابستان 2021 همچون سابق این کمک هزینه را دریافت خواهند کرد. اما از 15 جولای امسال و با فعال شدن طرح جدید، برنامه‌های سپ و تی افراد جدید را نخواهد پذیرفت. اما تسهیل پروسه اشتغال به کار تازه واردان به آلبرتا. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، دولت آلبرتا در نظر دارد به منظور تسهیل در روند آغاز به اشتغال تازه واردین به این استان، ضوابط و قوانین جدیدی را تبیین کند. این طرح که طبق وعده مسئولین استان قرار است موانع غیر عادلانه و زمانبر برای به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی تازه واردین را حذف کند، شامل مشاغل متعددی از جمله پزشکان، پرستاران، مهندسان و بسیاری مشاغل دیگر می شود. بدین منظور سازمان هایی که در روند بررسی مدارک تحصیلی این افراد اتلاف وقت می کند می توانند تا 50,000 دلار جریمه شوند. قرار است سازمانی مشخص با هدف نظارت بر کار این نهادها به زودی در این استان شروع به کار کند. برگزاری دادگاه متهم به کشتار خیابان یانگ. به گزارش AMG و به نقل از CBC، دادگاه رسیدگی به اتهامات الک میناسیان که 23 آپریل سال گذشته و در جریان حمله با خودروی ون به پیاده‌روی خیابان یانگ تورنتو باعث کشته شدن 10 نفر و زخمی شدن 16 نفر شد، تنها با حضور قاضی و بدون حضور هیئت منصفه برگزار می شود. درخواست برگزاری دادگاه بدون حضور هیئت منصفه روز چهارشنبه توسط وکیل این متهم ارائه شد. همچنین وکیل آقای میناسیان طی درخواستی به دلیل برخورداری از یک دادرسی عادلانه خواهان برگزاری این دادگاه در مکانی خارج از شهر تورنتو بود که با توجه به نبود هیئت منصفه از سوی مسئولان قضایی رد شد. دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای میناسیان قرار است فوریه سال 2020 در تورنتو برگزار شود. اما خبر بعدی ما در ارتباط با مخالفت دولت کانادا با قانون منع استفاده از نمادهای مذهبی در استان کبک است.
به گزارش AMG و به نقل از CTV نیوز، آقای جاستین ترودو روز پنجشنبه برای نخستین بار پس از تصویب قانونی که یک شنبه گذشته توسط دولت استانی انجام شد، اعلام کرد که دولت وی از حقوق همه اقلیت‌ها در سراسر کانادا حمایت می‌کند و اساساً قانون‌گذاری در ارتباط با نحوه پوشش شهروندان در حیطه مسئولیت و اختیارات دولت‌ها نیست. طبق گفته بسیاری از منتقدان، این قانون جدید به صورت ناعادلانه نسبت به مسلمانان و سایر اقلیت‌های مذهبی تبعیض‌آمیز است. آقای ترودو به طور مشخص اعلام نکرد که دولت وی به چه صورت از حقوق اقلیت‌های مذهبی حمایت خواهد کرد. طرح جدید دولت کانادا برای افزایش تعداد پناهجویان. به گزارش AMG و به نقل از CTV نیوز، احمد حسین وزیر مهاجرت فدرال کانادا در نشست روز جهانی پناهندگان اعلام کرد دولت کانادا مایل به پذیرش تعداد بیشتری از پناهجویان به این کشور است و معتقد است پناهجویان بیشتری باید بتوانند از طریق برنامه‌های مهاجرتی اقتصادی وارد کانادا شوند. کانادا در سال 2018 با پذیرش و استقرار دائمی 28100 پناهجو رتبه نخست را در میان کشورهای جهان در پذیرش دائمی پناهجویان به دست آورد. بر اساس این طرح جدید، پناهجویانی که مهارت تخصصی دارند می توانند از مناطقی همچون خاورمیانه و از طریق برنامه‌های مهاجرتی استانی به صورت نیروی کار متخصص وارد کانادا شوند. به گفته آقای حسین، این طرح باعث می شود نگاه منفی برخی منتقدان به حضور پناهجویان در این کشور از میان برود. و در پایان خبری داریم در ارتباط با افزایش تسهیلات گمرکی برای مسافران بین دو کشور کانادا و ایالات متحده. به گزارش AMG و به نقل از CTV نیوز، بر اساس توافق جدید میان کانادا و ایالات متحده، مسافران بین این دو کشور می توانند اجناس و بارهایشان را پیش از ترک کشور خود برای بررسی گمرکی اعلام کنند. این توافق موجب تسریع روند گذر از مرزها برای مسافران بین این دو کشور خواهد بود. این توافق که پیشتر تنها شامل مسافرانی میشد که از طریق هوایی بین کانادا و ایالات متحده تردد میکنند، اکنون مرزهای زمینی و دریایی را نیز تحت پوشش قرار خواهد داد. جزئیات بیشتری از زمان اجرایی شدن این توافق جدید اعلام نشده است. این بود مروری بر اخبار مهم کانادا در این هفته. از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. شما می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما در میان بگذارید. فراموش نکنید ما رو در این شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. تا یک شنبه دیگر و کانادا هفته دیگر از شبکه AMG، خدا نگهدار.